ندامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. آخوند زنور مشاور نماینده خامنه‌ای در سپاه کابینه آخوند روحانی را شرکت سهامی خاص اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی توصیف کرد و توصیه کرد که طوری با این دولت باید رفتار کرد که بعداً ناکار آمدی آن دامنشان را نگیرد. بعد از چند دور مذاکرات کارشناسی بین رژیم و کشورهای 5 به علاوه 1 و امضای توافقنامه ژنو، سرانجام این توافقنامه از امروز 30 دی ماه اجرایی شد. به گزارش کوتاهی در این باره توجه فرمایید. این توافقنامه در 26 صفحه به امضای کشورهای 5 به علاوه 1 و رژیم آخوندی رسید و از امروز 30 دی ماه اجرایی شد. در همین رابطه صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم از توقف غنی‌سازی 20% تا ظهر امروز دوشنبه خبر داد. ولی اقدام مهمی که به هر حال امروز میشه گفت یک اقدام تقریبا چشمگیری هست از منظر اونها، توقف تولید 20% اورانیوم هست به صورت داوطلبانه که تا همین امروز این تولید ادامه داشته. بله بله، تا این لحظه هم ادامه داره. بله. الان مثلا از شاید یک ساعت دیگه، بله، مثلا در نطنز یک تا دو ساعت دیگه در نطنز این اتصال بین آبشارها رو متوقف بکنن، مهرموم بکنن، بعد از نطنز میرن فردو. این فکر کنم تا حوالی ظهر طول بکشه که فردو هم اتصالات رو یه جوری مهرمون بکنن و بنابراین ما میتونیم بگیم تا حوالی ظهر دیگه تولید 20% ما عملا متوقف میشه. البته تیم مذاکره کننده حاضر نشد در مورد توافقنامه چیزی بگوید، ولی کاخ سفید خلاصه آن را در 4 صفحه منتشر و علاوه بر دادن به اعضای کنگره در معرض عموم نیز قرار داد. البته این متن حاوی جزئیات فعالیت‌های آژانس در ایران نیست، زیرا طبق توافق قرار است این فعالیت‌ها محرمانه باقی بماند. طبق این توافقنامه تنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش راستی آزمایی و تایید اقدامات رژیم را دارد که نتایج را در کمیسیون مشترک که آژانس با نمایندگانی از 5 به علاوه 1 دارد ماهانه بررسی می‌کند. در همین رابطه یک تیم 5 نفره از بازرسان آژانس از روز شنبه 28 دی ماه به این منظور در تهران به سر می‌برند. ضمن اینکه گفته شده آژانس تصمیم دارد یک دفتر دائمی در تهران ایجاد کند. در همین رابطه آژانس بازرسی روزانه و سرزده از فردو، نطنز و حداقل ماهی یک بار از آب سنگین عراق انجام خواهد داد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 4 بهمن 24 ژانویه تشکیل جلسه خواهد داد تا تصمیمات لازم را برای ایفای نقش آژانس درباره توافق ژنو اتخاذ کند. رژیم برای اولین بار در این توافقنامه موافقت کرده این اطلاعات را به آژانس ارائه دهد. اطلاعات طراحی بلند مدت راکتور عراق، آمارهایی که تایید کند تولید سانتریفیوژها تنها به جایگزینی ماشین‌های آسیب دیده اختصاص یافته، اطلاعاتی که امکان دسترسی مدیریت شده به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژها، کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره‌سازی و معدن‌های اورانیوم و سنگ‌شکن‌ها را فراهم کند. نکته مهم این که هیچ کس خوشبینی زیادی نسبت به دستیابی به توافق جامع ندارد. برآورد باراک اوباما 50-50 است. عباس عراقچی میگوید این احتمال کمتر از چیزی است که اوباما برآورد کرده است. ضمن اینکه با فاصله گرفتن زمانی از امضای این توافقنامه، جنگ گورک‌های درون حاکمیت در این باره بیشتر بارز می‌شود. سناتور جمهوری‌خواه از فلوریدا مارکو روبیو و سناتور جمهوری‌خواه از آیداهو جیمز ریش رأی‌گیری حول نامزد اوباما به خاطر دست داشتن وی در گفتگوهای پشت پرده با رژیم ایران که جمهوری خواهان را خشمگین ساخته است رد کردند. نشریه هیل نشریه کنگره آمریکا نوشت قانونگذاران جمهوری خواه مانع از رأی‌گیری کمیته روابط خارجی سنا حول تایید مشاور کاخ سفید در امور ایران پونیت تلوار به عنوان معاون وزیر خارجه در امور نظامی و سیاسی شدند. استدلال نمایندگان دست داشتن پونیت تلوار در
مذاکرات مخفیانه با رژیم آخوندی بود. روزنامه کویتی از سیاست نوشت دستور ترور رفیع خریری توسط ولی فقیه ارتجاع اتخاذ شد. مصطفی علوش یکی از رهبران جریان المستقبل و نماینده سابق پارلمان لبنان به سیاست گفت تصمیم حذف نخست وزیر رفیع خریری از صحنه سیاسی لبنان توسط ولی فقیه رژیم ایران اتخاذ گردید، زیرا پروژه نخست وزیر حریری در تعارض با پروژه توسعه طلبانه ولی فقیه بود. این طرح از ولی فقیه شروع شد، بعد کم کم بشار اسد هم وارد شد تا در ارتکاب این جنایت شرکت کند. از سیاست می نویسد در مورد حزب الله رابطه آن با این جنایت مربوط به نگرش استراتژیکی این حزب و وجود شخصیتی مانند رفیع خریری در رأس حکومت لبنان بود که مانع گسترش ولایت فقیه به لبنان می گردید.